بله خودش بود، خود خلبان عراقی که اینجا رو چند دقیقه قبل بمبارون کرده بود. چه خالی به من دست داد، از توضیحش عاجزم. یه مرتبه به یاد بچه های زخمی افتادم، خواهش کردم تخت یکی از اونا رو پهلوی تخت خلبان عراقیه بگذارم. و جالب این بودش که از قضای روزگار این خانواده عرب زبون بودن و من گفتم که بهتره که یک همزبون این خلبانه داشته باشه و دوتایی بتونن با همدیگه صحبت بکنن. لیش اتقنه احنا موش اسلام موش. چرا ما رو میزنی؟ مگه ما مسلمون نیستیم؟ ما که مسلمون پیرو خمینی هستیم، مسلمونی تو کجا رفته؟ بالنسبه لیه آنی عسکری ضابط عبد مامور ما اقدر احید انتم فی. من یه افسرم، یه نظامی، من مامورم و معذور، نمیتونم از زیر فرمون شونه خالی کنم، باید دستور رو اجرا کنم. مامور و معذور، همینجا بود که به یاد خلبانان تیز پرواز ایرانی و عملکرد آنها افتادم. برخورد آنها با کلمه مأمور و مأموریت بسیار جالب و شنیدنی است. از دهن خود آنها بشنوید. برخلاف خلبانان اینا و نیروی زمینی عراق که دائم ملت بیگناه و بیدفاع ما رو، ملت شخصی ما رو اومدن زیر بمباران‌های خودشون قرار دادن، ما حتی یک نفر از اشخاص شخصی در عراق زیر بمباران یا فشنگ خودمون قرار ندادیم و بارها شده بود که برادرها می اومدن پلی رو می‌خواستن داغون کنن، رولینگین کرده بودن، می‌خواستن بزنن ولی دیدن یک دونه ماشین شخصی رونه آف کردیم با اینه که موشک‌های فرامونی اونجا بود. این خطر رو به خودمون قبولوندیم و آف کردیم و برای بار مجدد رول کردیم و این پل رو زدیم داغون کردیم. یا در سر راه می اومدیم مثلا می دیدیم پمپ بنزینی هستش اونجا، ولی چون می دونستیم متعلق به مردم شخصیه هیچ وقت اینا رو ما بمباران نکردیم، صرفا اومدیم کاری بکنیم که نیرو هوایی اینا رو فلج بکنیم و این کار رو کردیم برخلاف عراقی‌ها. در ادامه سخنان برادرم که میگفتن که به فکر مردم شخصی هستن که احیانا اگر یک ماشینی روی پل باشه نمیزنه و بار مجدد میاد برای زدن اون پل. حتی دیروز اینجاست حدود ساعت 8:40 صبح بود که دو تا میگه 23 حدود 25 مایلی پایگاه بود که ما با فانتوم یک از اونا رو زدیم و سقوط کرد و یکی از اونا که فرار کرد رو به همدان و من به دوستم گفتم اینو بزن چون روی دهات بود، گفت اگر بزنم میترسم تو ده بیفته و صبر کرد تا از ده عبور کرد بعد اونو زد، فقط واسه اینکه به فکر مردم بودیم که مثلا رو سر مردم بیگناه نیفته. و همچنین اون طرف مرز در خود خاک عراق تا که ماموریتی که ما تو اول انجام دادیم تمامش رو، حتی موقعی که میخوام از رو هدف گردش بکنیم به طرف مرز خودمون، حتی سعی میکنیم از رو شهر نریم خاطر اینکه سر صدای هواپیما مردم رو اذیت نکنه. اینی که فقط میتونم بگم راجع به چیزهایی که ما در مورد مردم بی‌دفاع و مردم شخصی در نظر داریم که هیچ اذیتی نشن و برعکس خلبانان عراقی و برعکس ارتش عراق که هر زمانی که به این کشور ما حمله کردن اول مردم بی‌دفاع رو مورد حمله قرار دادن. عملیاتی که انجام شد از نظر من یک عملیاتی بود که تقریبا از اول جنگ تا کنون مشابهش و بسیار زیاد انجام دادن خلبانا و برای خلبان نیرو هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه اینکه یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلا خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم. و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها رو بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی
مورد هدف واقع بشه، نه اینکه مردم بی‌دفاع. و ما در این ماموریت این درس رو به او دادیم. واقعا زدن شهرها برای ما خیلی کار ساده بود، چنان که در مسیری که ما رفتیم چندین شهر رو ما رد کردیم و اگر میخواستیم بزنیم و واقعا کار ساده بود. ولی از اونجایی که سیاست ما نیست که مردم بی دفاع و مورد تهاجم قرار بدیم، فقط خواستیم پایگاهاشو بزنیم و به اون درس عبرتی بدیم که زدن شهرها و مردم بی دفاع کار ساده هستش و ما این کارو نکردیم. الله